یکی از ناخوشایندترین احساساتی و هیجانی که میتونه برای انسان که روی تجربه نسبی رو کسب کردیم اثرات نامطلوب بذاره ترس هستش و همه ما به نوعی این ترس رو تجربه کردیم که ترس که در موقعیت در زندگی ما ایجاد میشه که در اصل اعلام یک نوع خطر هست، حالا یا با ماست این خطر و یا اینکه این خطر میتونه در گذر باشه، هرچند صدا و پیام اون این هستش که میخواد امنیت ما رو حفظ کنه و اجازه بده که ما در امنیت باشیم، اما همیشه این گونه نبوده، یعنی ما تجربه کردیم که همیشه ترس نتونسته برای ما امنیت بیاره، هرچند به طور طبیعی ما با ترس نیز مواجه میشیم، حتی از همون دوران کودکی، دوران نوزادی، میدونیم که بچه ها زمانی که با یک شخص غریبه مواجه میشن بلا فاصله از اینکه اولین تجربهشون هست گریه میکنن و احساس خوبی ندارن که اون شخص رو اولین بار میبینن، و یا اینکه هر کدوم ما روی بلندی وقتی قرار میگیریم یه حس ترس رو داریم، یا اینکه زیر پای ما خالی میشه احساس ترس رو پیدا میکنیم و میدونیم که احساس ترس نیز در درون زمانی که ما از دوران کودکی نوزادی رشد میکنیم به ما مراحل تازه رو میآموزه. بر فرض از سن 2 سالگی تا 5 سالگی از حیوانات و حشرات انسان نیز تجربه میکنه که میترسه و این تجربه تازه او خواهد بود. از رعد و برق و هر صدای ناگوار و برق و بارون و طبیعتی که اونو تجربه نکرده بوده در سن 6 تا 9 سالگی هستش که آشنا میشه با اون ترس. از بیماری و مرگ در سن 9 الی 12 سالگی نیز آشنا میشه و از قضاوت و داوری دیگران نسبت به او از سن 13 سالگی الی 16 سالگی نیز اون رو تجربه میکنه. اگر بخوایم برای درک درست ترس نیز اسم خاصی رو بگذاریم، مانند اینکه شیر آب، شیر درنده و شیر نوشیدنی جایگاه خودش رو داشته باشه و برای ما مفهوم داشته باشه، میتونیم اتفاقهای ناگوار مانند زلزله و طوفان و هر اتفاقی و هر صدایی که یک باره ایجاد میشه و اینکه شما دارید توی مسیری میرید دفعه یکی میپره جلوی شما و اون رو میتونیم ما بتونیم به نام وحشت اعلام کنیم که وحشتی است که در شخص ایجاد میشه و یا هر هیجان و احساسی که مانع خطر میشه، یعنی خطری رو اعلام میکنه به ما، اون رو میتونیم هوشیاری بنامیم که جایگاه خودش رو پیدا کنه و هر هیجان و احساس که از در وجود ما باعث رنج ما میشه که از یک تجربه گرفته شده، تجربه که میتونه از دوران کودکی باشه و من به خاطر اون تجربه که دارم از یک حشره مثل سوسک من میترسم، از اینکه وارد آب بشم میترسم، از اینکه توی یک مکان تاریکی قرار بگیرم نیست من خواهم ترسید، اون رو میدونیم که بهش میگن فوبیا و فوبیا درمان میشه خوشبختانه و اگر میخواییم درمان بشیم در حضور خدا بهترین درمان است. تو همین کلیسا خیلی از عزیزان رو میشناسم که فوبیا داشتن، همه ما به نوعی داریم و این موقعیت های محسوس، اما در حضور خدا من این شفا رو گرفتم و همچنین واکنش های درونی و یا روانی و احساس عمیقی که ما رو نسبت به دیگران حسی رو در ما ایجاد میکنه که ما محکوم میشیم به خاطر باورهای اونها و یا باورهای خودمون، به خاطر عملکرد خودمون از دوران کودکی نیز با ما هست که اون رو نیز میتونیم احساس شرم و یا کلن شرم بنامیم. اما هدف من اینجا نیست که بخوام مسائل که در تو ترس میشه در تو موقعیت علمی و یا فنی با تو صحبت کرده باشم، بلکه هدف اصلی این هست که بتونیم آنچه کلام خداوند اعلام میکنه که موضوع فکر ترس هست رو با هم در میون بذاریم.
تصورم برای این هستش که 2-3 سال پیش بود که در رابطه با ترس ما صحبت کردیم، نزدیک 2 ماه ما در رابطه با ترس صحبت کردیم و به نتایج خوبی رسیدیم. واقعا دو روز پیش داشتم نگاه میکردم به اون درس ها و متوجه شدم در رابطه با موقعیت های ترس 2 سال پیش به نوعی صحبت شده که ما قلمروی خودمون رو بدونیم، اما چون داریم در رابطه با موضوع از فکر تا فعل صحبت میکنیم که هفته گذشته جلسه اول رو پشت سر گذروندیم، موضوع ترس نیست که در کلام خداوند اعلام میکنه، کاملا موضوعی هستش که به همه ما مربوط میشه و در اصل صحبت از ترسی میکنه که حقیقی نیست، بلکه تجسم یک سراب هست که در ذهن ما ایجاد میشه بدون اینکه موقعیت حقیقی داشته باشه، اما نسبت به باورهای ما، عقاید ما، احساس ما، تجربه ما، ما از اون شرایط و از اون موقعیت نیز متاسفانه خواهیم ترسید، هرچند که حقیقت نداره. خانم توی خیابون داشت رد میشد، یکی از همسایه‌های خیلی قدیمش اون رو میبینه و رو میکنه بهش، میگه که ببینم شنیدم بچه‌هات هم ازدواج کردن. میگه بله هر دوشون. میگه هم دخترت هم پسر. میگه آره هم دخترم ازدواج کرد هم پسرم ازدواج کرد. گفت پس الان هر دوشون خوشبختن؟ گفت دخترم که خیلی خوشبخته، چون توی موقعیت زندگی خیلی خوبی قرار گرفته، دامادم واقعا چقدر پسر خوبی هستش. صبح که از خواب بلند میشه دست به سیاه و سفید نمیزنه، بعدش میره جیم، بعد با دوستاش میره خرید، بعد از اون میره سینما، شبم میاد با همسرش هستش، با هم میرن رستوران و دوباره فردا همینطور دیگه میگذرونم. واقعا دختر من خوشبخته، ولی پسرم واقعا دلم براش میسوزه، خیلی میترسم از زندگی که اینها دارن. گفت مگه چی شده؟ گفت خبر نداری عروسم، یک زن یک دختری هست، صبح که از خواب بلند میشه دست به سیاه و سفید میرسه. یه بقیه میره جیم، میره با دوستاش و موقعیت خودش رو داره. گاهی هستش که ما متاسفانه در افکار و ذهنیت خودمون موقعیت‌هایی رو آماده می‌کنیم که اون فیلتر زندگی ما میشه و باعث ترس ما میشه، اما حقیقی نیست. و کلام خدا داره در این رابطه میخواد صحبت کنه که جایگاه خودمون رو بدونیم که از چه چیزهایی ما باید در فرض اگر بترسیم، لذا که ترس میدونیم، همون که عرض کردم ترس میتونه هوشیاری باشه برای من، وحشتی هست که ایجاد میشه برای من، اما نمیتونه از طرف خدا باشه که بتونی با من درمان بیابی. این شاعر نیز اینگونه میگه، چرا که اشتباهاً جایگاه ترس رو نیز پیدا کرده، اعلام میکنه زیاران آنقدر بد دیدم کزیار میترسم. گاهی هستش که شرایط برای ما ایجاد میشه از اون کسی باید بهش اعتماد کنیم اتفاقا برعکس میشه، ما از اون میترسیم، با صداهای منفی و نگاتیوی که میشنویم نسبت به موقعیت ها. متاسفانه توی فرهنگ ما، حالا تا چقدر صحت داشته نمیخوایم به اون بپردازیم به خاطر عدم آگاهی و دانش بوده، چه موقعیت های ایجاد شده که برفرض از مادر شوهر میترسیم، از مادر زن میترسم، بر فرض میگم خدمتتون. خب این به چگونه ایجاد شده؟ با صحبت‌هایی، با ضرب المثل‌هایی که شده، با شوخی‌ها و جوک‌هایی که اعلام شده، متاسفانه این ترس در ما ایجاد شده. این شاعر نیز گویا که با صداهای منفی و تجربیات تلخ خودش این شعر رو میده، زیاران آنقدر بد دیدم که از ترس میترسم، به بیکاری چنان خو کردم که از کار میترسم، نمیترسم نه از مار و نه از شیطان نه از جادو. اینو تجربه کردیم یا نه؟ خیلی موقع تو زندگی ما میتونه موقعیتهایی باشه که باید ازش فرار کنیم، ولی از اون فرار نمی کنیم، به دامنش هم میریم، نزدیکش هم میشیم، باش رابطه برقرار میکنیم، ولی از اون چیزهایی که باید بترسیم نیز نمیترسیم. نمیترسم نه از مار و نه از شیطان نه از جادو، غم خود را به سور هشته از غمخوار میترسم. به نوعی ملت ما الان اینجا ایستادن، چرا که آنقدر اومدن آنهایی که خودشون رو نماینده خدا و خود انسان میدانستن دروغ گفتن و خیانت کردن که اگر کسی از
خدا صحبت کنه، از کلام خدا صحبت کنه، میگن این چیه؟ خودتون بگید. بیزینسه. کاسبی رو این وقته. یه موقعیت دیگه هستش و تشخیص چقدر سخت خواهد بود برای انسان‌ها وقتی که اجازه میدن چنین ترس‌هایی نیز اونها رو بگیره. و برای تمام آنچه را که نیز اعلام میکنن میتونه دلایل منطقی نیز باشه، دلایلی که حتی به تجربه نیز به اون رسیده باشن که باعث این نوع ترس متاسفانه باعث ناآرامی و نیز پریشانی خواهد شد و جایگاه درستی رو به ما نخواهد داد. دقیقاً همون گونه که ناپلئون بناپارت میگه، اعلام میکنه در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن از خود ترس هستش. که این فضا رو ندیم، زمانی که احساس میکنیم موقعیتی نیست داره برای ما ایجاد میشه که ما رو توی جایگاه ناامنی و نگرانی قرار بده. در اصل ترس داناهای نگرانی رو در احساس ما قرار میده نسبت به هر موضوعی که میتونه حقیقی نباشه. و چون احساس ما در این مسیر نیز میخواد واکنش خودش رو نشون بده، توی چهره صورت ما، توی رفتار ما، توی سخنان ما نیز خودش رو هویدا خواهد کرد و ما حتی از نظر روحی نیز متاسفانه توی یک شرایط بدی قرار خواهیم گرفت. اما کلام خداوند در امثال 4:23 از کتاب شریف براتون میخونم که اعلام میکنه توجه داشته باش که چطور فکر میکنی. پس برای اینکه من توی جایگاه درست قرار بگیرم نسبت موقعیت ترس، در ابتدا باید ببینم چگونه دارم فکر میکنم، فکر من کجاست، چرا دلیل ذهنیت من در مسیر ترس رفته. میگه توجه داشته باش که چطور فکر میکنی، زیرا افکار تو سرچشمه زندگی تو هستش. این درس رو نمیدونم امروز تا چه مقداری میتونیم بریم جلو، چون تصورم برای این هستش که نتوانیم کاملا این درس رو امروز تموم کنیم. پس خواهش میکنم بروشورایی که دارید رو نگه دارید برای هفته دیگه. اما بریم با هم دیگه از کتاب ایوب 3:24-26 بشنویم. عزیزان که کتاب ایوب رو خوندن حتما میدونن کتابی بسیار بی‌نظیر هست. ویکتور هوگو که یکی از نویسندگان فرانسوی هست و حتما همه ما میدونیم که کتاب بی‌نوایان رو ویکتور هوگو نیز نوشته. ویکتور هوگو میگه بی‌نظیرترین کتابی که تا به امروز خواندم کتاب ایوب بوده. احتمال میدن که نویسنده باید موسا باشه و این کتاب جزء کتاب‌های شعر هست، یعنی به طریق شعر این کتاب نیز نوشته شده. پس اگر ما بخوایم در اولین قدم نسبت به واکنش درست در ترس‌هایی که حقیقی نیستن ولی میتونه واقعی باشه، میدونید که حقیقت چیزی هستش که به خاطرش آفریده میشه تحت یک هدف، ولی واقعیت تبدیل حقیقت هستش توی زندگی ما که ما داریم به اون واقعیت نگاه میکنیم که حتی میتونه نباشه. پس اولین قدم ما نیز میبایست فکر ما باشه. همه ما نیز رو عدنات اعلام میکنیم که میگیم آب از کجا گله؟ سرچشمه. آب از سرچشمه. سرچشمه کجاست؟ همین فکر منه. فکر من اگر در مسیر ترس باشه زندگی من در ترس خواهد قرار گرفتش. بریم با هم دیگه از کتاب ایوب سخنان ایوب رو بشنویم نسبت به آنچه را که در زندگیش پیش آمده. زیرا که ناله من پیش از خوراکم میآید. بله، اتفاقی که براش افتاده، حالا ایوب داره از اون موقعیت سختی که براش پیش اومده داره میگه. من خواهشم از شما عزیزان هست، کلامی که خونده میشه خودتون رو در اون کلام قرار بدید. صحبت‌های من رو زیاد توجه نکنید، ولی به کلام لطفاً توجه کنید، چون کلام خدا هستش که میتونه تأثیر درست و حقیقی خودش رو روی زندگی ما بذاره. یک بار دیگه لطفاً. زیرا که ناله من پیش از خوراکم میآید و نعره من پیش از آب ریخته میشود. بله، زیرا ترسی که از آن میترسیدم بر من واقع شد. ترسی که منظورتون میگه ترسی که از آن میترسم، موضوعی که من از اون
میترسیدم. یعنی در ابتدا توی ذهنش یک موقعیتی رو آماده کرده، همون گونه که گفتیم آب از سرچشمه گله، و یا این شاعر که میگه اعلام میکنه خشت اول چون نهند معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. صبح که از خواب بلند میشی چگونه هستی؟ با ترس از خواب بلند میشی؟ این چه هواییه؟ این چه همسر؟ به همسر کار نداشته میشه؟ این چه موقعیت اقتصادیه؟ پس چگونه بلند میشی؟ اگر با ترس بلند شدی، ترس با تو همراه هست، ترس با تو همراه هست، هیچ اتفاقی برای تو نمیفته، یه هوشیاری. متاسفانه توی تعلیمات اینگونه بعضیا تعلیم میدن، و یا اینگونه بعضیا حس میکنن که اگر من صبح از خواب بلند شم و تصور بر این بکنم که من امروز ترسیدم از این که از خونه برم بیرون، حتما یه اتفاقی بعدی برای من میفته، این اشتباهه. کلام خدا اینو نمیگه. خدای ما خدای منطق هست، خدای شعوره، اگر به ما شعور داده. این گونه نیست که شما فکر کنید که الان ترسیدید از خونه بری بیرون و همین الان چون تو ترسیدی خدا شرایط رو ایجاد کرد که تو رفتی بیرون تصادف کنی. در فرض مثال تو رفتی بیرون، یه نفر اونجا، خدا یه نفر رو گذاشته اونجا داره بد اخلاق که با تو درگیر بشه. قبلا با منیجرت خدا صحبت کرده که با تو درگیر بشه. به هیچ وجه اگر فکر ما این باشه این اشتباهه. این گونه فکر نکنید. و حتی برعکس، حتی برعکس، اگر تصور برای این بکنید صبح از خواب بلند شدی میگی چه هوای خوبیه، به الان من میرم بیرون میبینم همه خوشحالن، همه میخندن، هر کی من میرسه یه 200 دلار پول من میده. نه این گونه هم نیستش. اینجوری هم نمیتونی فکر کنی. دنیا شرط خودش رو داره، اما ترس من تأثیرش در خود من خواهد بود، همان گونه که قوت من و امیدش تأثیرش در خود من خواهد بود، و از من به دیگران امید میرسه، از من به دیگران نیز نگرانی و استرس میرسه زمانی که من با ترس میرم. اما این گونه نیستش که شرایط بیرون آماده باشه. برای این مثال میدونی چند وقت پیش موقعیت لاتاری رسید به چقدر؟ 1 میلیون؟ خیلی شد دیگه، درسته؟ من 2-3 تا از عزیزان ایمانداران، خداشو برگزیدشون، برای همه چی دعا میکنم، به من زنگ زدن گفتن حس قشنگی داریم، الان ما رفتیم لاتوری گرفتیم، ما مطمئن هستیم خدا یه کاری میکنه، اولین حرکت که میکنه یه کلیسا برای شما میخریم، میشه دعا کنیم برادرست؟ گفتم باشه. من حقیقتا اهل ریسک نیستم. بزرگترین ریسکی که من تو زندگی من انجام دادم و پیروز شدم این بود که قلبم رو به مسیح دادم و پیروز شدم و موفق شدم. از این به بعد مسیح برای من تصمیم میگیره. اگه خداوند من بخواد مطمئن هستم که خداوند به موقعش پولی رو میده که ما کلیسای مسیح رو بخریم. اینجوری نیست من لاتاری بگم، اما خب خداش برای عزیزم اینا حس قشنگی داشتن. بعدم قله کشی شد، این عزیزان لاتاری هم قبول نشدن، یه دلار هم نبردن. پس این نیست که من بگم من هر فکری میکنم همون میشه. هوشیار باشین، منطقی باشین، خواهش میکنم. ما که مسیح ایمان آوردیم مبادا که انقدر بریم تو این قصه ها که بگن اینا اصلا از اون منطق و حکمت دور هستن. این رو نیز در نظر بگیم. بله لطفا ادامه بدید. و آنچه از آن بیم داشتم بر من رسید، مطمئن و آرام نبودم و راحت نداشتم و پریشانی بر من آمد. آمین. آمین. برای کلامت بگیم. پس ایوب، ایوب چرا تو چنین مورد؟ ایوب میدونه که فرزندان ایوب ایماندار نبودن، حتی همسرش ایماندار نبود. پس طبیعتاً یه شخصی که میدونه همسرش ایماندار نیست، فرزندانش ایماندار نیستن، و میگه صبح تا شب میشستن در جشن بودن و گناه میکردن و مشروب میخوردن، مستی میکردن، طبیعتاً لزومی نداره که والدینی حتی به خدا ایمان داشته باشن و بگن آره ما میدونیم بچه‌ها بچه‌های خوبی نکنن. حتی اگر ایمان به خدا هم نداشته باشیم، وقتی ما میبینیم فرزندانمون فقط به دنبال این هستن که فساد کنن و به دنبال لذت‌های موقتی دنیا هستن، مسلماً ما هم فکر میکنیم که واقعا اون فرزندان نمیتونن شرایط مناسبی داشته باشن برای آینده. ایوب هم همین گونه فکر کرد. نه اینکه ایوب فکر کرد و شد، خیر، این اتفاق میافتاد، اما ایوب این حدسی که زده بود میگفت یه چنین اتفاقی خواهد افتاد، اما ترسش باعث هوشیاری اون نشده بود که روی فرزندانش بیشتر کار کنه.
بتونه با اونها وقت بذاره. ترسش فقط باعث شده اون میترسید. اگه چنین ترسایی درتون هست، این یک بیداری بدونید، یک هوشیاری بدونید. به جای اینکه به دنبال این باشه که من میترسم، به دنبال این باشیم که چگونه ما از این موقعیت رهایی پیدا کنیم، تو یک جایگاه درستی نیز قرار بگیریم. نویسنده اعلام میکنه علت بدبختی و بیچارگی ما داشتن فرصت‌های زیادی هست که صرف تفکر و اندیشه‌های بدبختی و خوشبختی آینده میشه. من همش تو این فکر هستم که آینده چی میشه؟ گذشته چگونه شده؟ و مدام متاسفانه من با این ترس نیز قدم میدارم. اما چگونه این سرچشمه را ما میتونیم که از گل متاسفانه شروع شده این را میتونیم زلال